به نام خدا درس امروز شروع میکنیم. موضوع درسی که ما امروز میخوانیم بحث به نام ریویو هست. ریویو به این معنی که ما غلطی های املایی اصلاح میکنیم، درست است؟ غلطی های املایی و یا البته تنها غلطی املایی هم نیست دیگه، بررسی مجدد یک سندی که شما قبلا درست کردیم، شاید غلطی املایی باشه و موارد دیگه هم که ما و شما چک میکنیم داخل ازی هسته. ما داخل اون میاییم به اینجا ریپلیس، شارتکت ازی کنترل و ایچ بود، قبلا صحبت کرده بودیم و باز هم ما میاییم به خاطر ازی که یک غلطی ایجاد بکنیم یکی از حروف رو پاک میکنیم و بعد ازی که پاک شد سرکلوس کلیک میکنیم. حالا ببینیم که ما 15 تا غلطی املایی داریم. داخل ریویو میاییم، اولین بخش نوشته شده پروفینگ، میبینیم اینجا اسپلینگ اند گرامر، تزوروس و ورد کاونت سه تا گزینه ای که ما و شما داریم. اگر سر اسپلینگ اند گرامر کلیک کنیم ببینیم برای ما و شما یک متن در میاره، میگه همی کلمه ما داخل از این نداریم، البته داخل دکشنری خود نداریم و به اینجا غلطی به حساب میشه. ببینیم به اینجا برای ما کیورد پیشنهاد کرده و کیوردز دو کلمه. اگر ما رید الاود کلیک کنیم امیر کامپیوتر بلند میخونه کیورد No reference information. میبینیم این خواند. K-E-Y-W-O-R-D. حروف از دید یک یکی میگه بر ما. چنجال یعنی اگر من از این کلمه 10 تا 20 تا یا بیشتر باشه غلط تایپ کرده باشم من مگزین رو اصلاح کنم. باز به اینجا ببینیم دومیر پیدا کرد، باز به میترتیب اینا رو میخونه. شاید که آپشن اوتوکارکت هم ما داریم که از بعد اوتومات اگر امین کلمه دیدی به پای تبدیل کنی. خب من به اینجا میایم یک جی هم نوشته میکنم به خاطر که پیشنهاد در مورد از این نداشت، ما ای را آمدیم ادامه دادیم. حالا رو رزومه که کلک کردیم یعنی ادامه برو لغت های دیگر اصلاح کن. میبینیم باز یک دونه جی هم اینجا نوشته میکنم، باز میگه رزومه ادامه بده. اگر ما بیایم به اینجا مثلا کلمه پیجی که ما داریم باز دوباره رزومه ادامه نوشته میکنم که ادامه بده. ببینیم اینجا آلرژی داریم، گالری داریم، ما و شما اوتوکارک میتونیم تبدیل کنیم، بگیم که از بعد هر وقت که من جی ازیر نوشته نکردم اوتوماتو جی ازیرم نوشته کن، یعنی غلطگیری اوتومات انجام میشه. باز ادامه دادیم، باز یس کلیک میکنیم، ببینیم سر کلمات دیگه آمده و ما و شما چنجال کلیک میکنیم، باز اینجا چنجال، باز اوتوکارک تو بالاخره قبلا ما این به اوتوکورکت اضافه کرده بودیم. باز زیدنگز بالاخره یکی که از این موضوعات ما اصلاح میکنه. سر اوکی کلک میکنه و تمام شد. اگر خواسته باشیم که ما بعضی لغت ها از این تغییر بدیم، مثلا مترادف برای از این پیدا کنیم و این تبدیل کنیم، بیم سر تزوروس کلک میکنیم. ببینیم برای ما پیشنهادهایی داره. ببینیم به جای فایل میکنیم شما میتونیم که از تکس استفاده کنیم، این انسرت میکنیم. هر کدام از اینا رو میتونیم پیشنهاد که میکنه وارد کنیم. البته دیگه باز شما چک میکنین که آیا امیر وارد بکنم یا نکنم. ایر بسته میکنیم. موضوع بعدی نوشته شده ورد کاونت، سر رزی کلیک میکنیم، یک پیج تعداد کلمات گفته که یک ورق داریم، این تعداد کلمه داریم، حروف که هسته هم رو با البته تنها حروف هر اگر شما حساب کنیم این اندازه میشه. اگر بیم اسپیس ها یا فاصله های هم که هسته هم رو به حروف حساب کنیم 1286 تا میشه، پاراگراف ها 5 تا، خطا 15 تا. سر کلوس کلیک میکنیم، تنظیم شد. آپشن به نام رید الاود داره، یک قسمت از متن انتخاب میکنیم، میگیم بلند بخون. Best fits your text. این برای ما بلند خواهد. موضوع دیگه به نام چک اکسسیبیلیتی، ما شما اگر سر رزی کلیک کنیم فعلا برای ما گفته نو اکسسیبیلیتی ایشیوز فاوند. اگر بیم به اینجی سر انزرت کلیک کنیم باز یک دونه عکس وارد کنیم، ببینیم ما عکس وارد میکنیم، همین عکسی که ما داریم وارد شد و برای از یک توضیحات مگر نوشته کنه.
اگر من توضیحات نوشته نکنم باز برنامه مخصوص افراد نابینا وقتی مطالعه میکنن به این قسمت که میرسن میفهمن که یکس تشریحات ندارد که به اینجا باز به مشکل مواجه میشن. برای او فرد نابینایش تشریحات نمیدن که یکس چی هست و چرا آمده. سر از این کلک راست کردم میبینیم نوشه Add Description. کلک میکنیم یک تشریحات نوشته کده ما دیگه اینجا گفته تایتل از این چی هست، سیتینگ از این چی و چی کار سر از انجام دادیم و دیگه تنظیم هست. سر کلوز کلک میکنیم، بازم سر کلوز کلک میکنیم، بالاخره این بسته شد و فعلا من اینجا میام چک میکنم. دوباره ببینیم Accessibility باز گفت هیچ مشکل دیگه وجود نداره و می عکس و اشیا یک توضیحات ضرورت بود. موضوع بعدی به اینجا ترجمه هست. اگر شما سر از کلک کنیم ترانسلیت سلکشن کلک کنیم ببینیم میتونیم به هر زبانی که دل شما خواسته باشه به اینجا تبدیل بکنیم. البته باید اینترنت داشته باشیم. باز ما میشه بیام اینجا زبان انتخاب کنم بگم که آلبانیایی ترجمه کن، این به زبان آلبانیایی ترجمه کرد. بعضی از اینا وقتی شما انسرت میکنیم وارد میشه، بعضی از اینا میگه که ما وارد کرده نتونستیم یا فیل شد. اگر میاد بیام انتخاب کنم از این قسمت باز اینجا کلک راست کنم، فعلا به کلک راست هم نشد، کنترل سی فشار میدیم که کپی میگیره، کنترل وی پیست میکنه. خب شاید مال ترجمه آلبانیایی از این هم داشته باشیم که نداره. خیلی خوب به اینجا میتونستیم کل متنم ترجمه بکنیم. ما یک پاراگراف ترجمه کردیم. سر از اگر کلک کنیم نوشته شده set proofing language به خاطر زبانهایی که شما خواسته باشیم proofing اضافه بکنیم. مثلا ببینیم ما زبان انگلیسی داریم، پشتو داریم، فارسی داریم. برای دو تا از اینا تیک داره، برای یک از اینا تیک وجود نداره. یعنی امو زبانی که تیک نداره برای امی زبان غلطگیری هم انجام نمیشه برای پشتو هست. میتونیم دو نوت چک اسپلینگ و گرامر رو کلک کنیم که دیگه بیخی اسپلینگ گرامر رو چک نکنه و دیتک لنگویج اوتوماتیکلی، یعنی امی زبان اوتومات شناسایی بشه. وقتی که ما نوشته میکنیم زبان اوتومات شناسایی بشه و طبق امو زبان باز غلطگیری انجام میشه. اگر سر set default کلک میکنیم یعنی همین زبان به عنوان زبان اصلی برنامه تعیین بشه. فعلا ما یک کار انجام نبدیم. موضوع بعدی نوشته شده language preferences. شما سر از اینکه کلک بکنیم ببینیم نوشته پشتو proofing available. سر از اینکه کلک میکنیم باز اوکی میزنیم. اینجا آفیس شروع میکنه به جستجو کردن به خاطر آپدیت هایی که مربوط به زبان پشتو میشه، یعنی گرامر از زبان پشتو و لغتنامه از اون اینجا اینستال میکنه. ببینیم دانلودینگ مایکروسافت آفیس 365 اند آفیس اپدیتس. آپدیت های مربوط به اینا رو دانلود میکنه و دیگه بعد از اون با زبان پشتو هم به می ترتیب فعال میشه. سر اوکی ما کلیک میکنیم او همو بک‌گراند دانلود ادامه داره و فعلا ما دیگه به این کار نداریم. موضوع بعدی مسئله است به نام کامنت. اگر ما و شما بیایم یک قسمت از متن انتخاب کنیم کامنت رو کلک کنیم ببینیم به اینجا ما نوشته کرده میتونیم که البته یک معلومات در بازی درباره می مطلبی که انتخاب کردیم نوشته کرده میتونیم. فعلا ما یک چند تا حرف نوشته میکنیم. نفری که کامنت میبینه میتونه ریپلای بکنه، یعنی به جواب کامنت چیزی نوشته کنه. اگر شما اینجا بیایم سر آل مارکاپ کلک کنیم بازم این کامنت به یک قسمت به شکل منظم نوشته میشه. البته نمیگیم که نوشته تغییر میکنه، منظور ما از به طرف صفحه میه. ببینیم این آپدیت هم برای ما بعضی معلومات رو گفت که این دانلودینگ بیشتر جستجو میکرد، حالا چیکار میکنه؟ دانلود میکنه. بچه‌ها می مسئله کامنتر که ادامه بدیم گفتیم که اگر کسی ریپلای بکنه میتونه جواب بده. ریزالف یعنی موضوعی که ما درباره اش گفتگو میکردیم دیگه تمام شده. اگر ری اوپن کلیک کنیم یعنی دوباره میخوایم در ادامه بازم گفتگو رو ادامه بدیم. میتونم به این قسمت بیایم سر گزینه نیو کامنت دوباره کلک بکنیم، باز به اینجا بیایم آپشن نیو کامنت دوباره کلک بکنیم. متوجه هستیم دیگه؟ چند تا کامنت اینجا داریم. کامنت قبلی بیا برام، کامنت قبلی و کامنت بعدی. اگر شما به اینجا بیایم گزینه سمپل رو تک بگذاریم ببینیم شو کامنت ایر نشان میده، باز شو کامنت دوباره پس بسته میکنه. اگر کامپیوتر شما لمسی باشه فعلا چون از من تچ هسته من میتونم به اینجا به دستم یک چیز نوشته بکنم. البته فعلا با ماوس نوشته میکنم، اما قلم مربوطه از این میگیرم اینجا نوشته بکنم. خب من قلم گرفتم که نوشته کنم، کامنت من فعلا کار نده، دوباره کلک میکنم.
اینجا ببینیم یک چیز نوشته کرده میتونیم. بالاخره بر دو باره که من کلیک کردم چیز فعلا به دست نوشته نکردم. متوجه هستیم دیگه نه؟ به اینجا به دست فعلا من چیز نوشته نکردم. اما محیط میایه که نوشته کنم ولی فعلا من کلیک میکنم و کش میکنم که نوشته بشه نوشته نمیشه. کامنت به این قسمت شما میتونیم چیکار بکنین؟ ارزه رو بگیرین، چیزایی که رسم کردین باز پس پاک بکنین یا چیزایی که نوشته کردین. پس سر قلم کلیک میکنم اینجا. بالاخره چند بار من کوشش کردم که نوشته کنم نوشته نشد. خیر مهم نیست. دوباره پس قلم میتونیم غیر فعال کنیم و دیگه نوشته نکنیم. تا فعلا ما درباره کامنت و بعضی مسائل صحبت کردیم. موضوع جدید که میخوایم درباره از گپ بزنیم این است که ما و شما به این قسمت یک متن بیاریم و شاید خواسته باشیم امی مطالبی که داخل فایل ما و شما هسته اگر کسی تغییر داد ما با خبر بشیم. نه؟ سر ترک چنج کلک میکنیم. خود ترک به معنای تغییر کردن و چنجز هم تغییرات. سر از اینکه کلک کردیم ببینیم اینجا تغییرات برای ما از این به بعد هر چی که تبدیل شد رو ثبت میکنم. مثلا فعلا من سر لاک کلک میکنم، یک پسورد هم برای ازی میدم، اوکی میکنم. ببینیم ما به اینجا آمدیم، یک قسمت از متن انتخاب کردیم، از کیبورد دلیت فشار میدیم، همین پاک شد. به این طرف چپ برای ما نشان داده که تغییرات آمده. اگر سر گزینه آل مارکاپ کلک کنم نشان میده که best fits your document کلمه ای بوده یا موضوعی بوده که پاک شد. اگر شما این طرف فشار دادیم اینجا دست مثلا عبوب یک چیز نوشته کرد، بازم اون متن شما به رنگ سرخ نشان داده و زیر زیر خط کشیده، به این معنا که اینجا یک چیز نو ایجاد شده. بله. اگر شما سر یک از این جمله کلک میکنیم، اون رو انتخاب میکنیم، باز داخل اون میاییم مثلا سایز زیر کلان میکنیم یا بولد میکنیم زیر زیر خط میکشیم، ببینیم به این طرف برای ما چه گفت که احمد سعید سعیدی a few seconds ago formatted. متوجه شد؟ نام یوزر رو نشان داده که امی نفر formatted یعنی تغییر داد، فونت 11 جور کرد، بولد کرد، اندرلاین کرد. درست است؟ برای زبان فارسی هم که اگر باشه، البته کامپلکس اسکریپت، برای زبان فارسی میگه فونت 11 بولد. فعلا برای زبان فارسی و انگلیسی متن تغییر داده شد، سایز از بولد شد. دیگه باز به اینجا میبینیم باز گفته که فونت 11 جور کرد. نه؟ تغییرات اینجا برای ما نشان داد. داخل از این که بیایم شما اگر کامنت میدین، اگر شما تغییرات میارین، هر چی که میکنین به اینجا ثبت میشه. کامنت هایی که شما میدین بچه ببینین با رنگ سرخ چهار طرف از اون هسته، این هم رنگ سرخ هسته. اگر یک نفر دیگه بیا این فایل تغییرات بده باز به یک رنگ دیگه مثلا رنگ آبی میشه. اگر سه نفر تغییرات دادیم انمی قسمت ها به سه رنگ میره. باز به اینجا شما میتونیم که داخل قسمت بعدی تعیین بکنیم که فعلا از احمد سعید تغییرات از دیده میشه، چون من یک نفر هستم به همین کامپیوتر را تا اگر برم از داخل قسمت فایل به اینجا نام اکانتم تغییر بدم فکر نمی کنم که بیایه چکار بکنم تغییرات باشه. باشه میریم با آپشن اینجا تغییرات میتونیم نام اکانت تغییر بدم. ببینیم نام اکانت چکار میکنم، تغییر میدم احمد تنا نوشته میکنم، اوکی کلک میکنم. ببینیم یک دفعه دیگه یک قسمت انتخاب میکنیم دلیت، باز هم میبینیم برنگ سرخ شد. ولی اگر این فایل ما سیف کنم به دسکتاپ باز برای شما روان کنم شما تغییرات بدیم رنگ دومی یا آبی یا مثلا نارنجی و بالاخره دیگه رنگا به شما میبینیم. ما و شما تغییرات که دادیم میبینیم که فهمیده میشنه که این اصل فایل شما نیست. شما اگر بیم به اینجا روی گزینه اوریجینال کلک کنیم فایل اصلی به شما نشون داده میشه. اگر شما به این قسمت بیم نگاه کنین نو مارکت نشان داده میشه که همین فایل به این تغییرات آمده، ولی ای که چی چیزایی بوده و کجا تغییرات داده شده فعلا ما متوجه نمیشیم. یعنی فایل به حالتی هست که دیگه داخل از او قسمت های تغییر داده شده برای ما آیلایت نشده و ساده هست.
اگر آل مارکاپ کلیک کنیم به ما نشان میده که این یک قسمت رو تغییر داده شد. این قسمت هم که خط داره به خاطر از اینکه اینجا مایل بولد کرد. اگر گزینه سمپل مارکاپ کلیک کنیم نشان میده به شما که تغییرات آمده ولی جزئیات نشان نمیده. باز اگر سر از این کلیک کنیم اینکه چی تغییرات آمده و با کجا هست دقیق تر شما متوجه میشیم. این مثلا اینجا متن دلیت شده، اینجا وارد شده، اینجا برای ما شما نشان داده که فرمت از این تغییر داده شده. میتونیم به تغییرات بعدی و قبلی به یک یک از اینا مراجعه کنیم. اگر ریویوینگ پنل کلیک کنیم به اینجا به شما نشان میده که احمد سید سیدی دلیتد این متن دلیت کرد، ادد این متن اد کرد، فرمتد این قسمت تغییرات آورد. یک یک از اینا رو به شما نشان میده که چی تغییرات آورد. شما اگر این قسمت بیم ترکینگ کلیک بکنیم همو پاسوردی که پیشتر داده بودین اون پس بره فال بکنین، ببینین اینجا گزینه‌های ما داریم. accept چی معنا میده؟ accept قبول کردن، یعنی امی تغییراتی که آمده یعنی این فال دلیت شده اینمیر قبول. پس حالا کنترل زد فشار میدین که بیاین. این reject چی معنا میده؟ یعنی رد کن. باز متوجه باشین که امی اصل کلمه ما که اینجا کار میکنیم گزینه accept و reject هست، یعنی رد و قبول کردن. ای آپشن نوشته کرده accept and move to next، این تغییرات خود قبول کن و برو به بعدی. باز این گزینه نوشته کرده که accept this change، فقط امیر قبول کن. اینجا چی داریم؟ accept all changes، تمام از اینا قبول کن. دیگه accept all changes and stop tracking، یک گزینه هم اینجا غیر فعال داشتیم. ببینیم گفته که این آپشن نمیشه که accept all changes and stop tracking، به این معنا که وقتی که تمام تغییرات قبول کرده این گزینه باید غیر فعال بشه. این آپشن هم ما گفته بودیم که اگر دو نفر سر یک فایل کار بکنه باز ما میتونیم به اینجا بگیم که تغییرات که افراد دادن بره ما نشان بده. فکر کنید که من میایم اینجا ایته که پس میکنم، حالا به سر از این قسمت که بیم شاید غیر از من یک نفر دیگه می فایل تغییرات داده باشه، تغییراتی که مربوط به من میشه دور من غیر فعال کردم از او دیده میشه، اونمو تغییرات که دیده میشه چکار کن؟ accept کن. باز به اینجا آپشن دارم که تغییرات رد کن برو به یکی بعدی. ای گفته امیر رد کن، همونایی که تنها دیده میشن رد کن، تمام از اینا رد کن، تمام تغییرات رد کن و گزینه تراکینگ غیر فعال کن. بیشتر بچه ما اینجا که کامنت داده بودیم آپشن دلیت کامنت هم داشتیم، نه؟ دلیت کامنت، کامنت انتخاب شده رو پاک میکنه. فعلا من کامنتر اینجا نمیبینم، باشه که بیایم فعال کنم. پس اینجا ما یک کامنت داشتیم بچه ها، ببینیم دلیت کامنت تعمیر پاک کن، یا هم گفته تمام کامنت رو پاک کن. گزینه وسطی پیشتر یا چما است گفته بودیم که ما میتونیم دو نفر تغییر دهنده داشته باشیم، یکی که غیر فعال کنیم کامنت های نفر دوم دیده میشه، اما کامنت هایی که دیده میشه اونا چکار کن؟ پاک کن. بچه ها بخاطر از این کار شما باید دو تا کامپیوتر داشته باشیم. یک فایل بیاییم ترک چنجز به سر از او فعال کنیم، به یکی از کامپیوتر رو تغییر بدیم، باز ببریم اون فایل سیف کنیم و فلش به کامپیوتر دیگه انتقال بدیم، باز به اون کامپیوتر هم تغییرات بیاریم. وقتی که همین تغییرات شما اینجا میبینیم، نفر اول رنگ سرخ، نفر دوم شاید آبی باشه، یک رنگ دیگه باشه، وقت شما بیاین یکی از این گزینه‌ها رو غیر فعال کنیم. مثلا اینجا دو نفر داریم دیگه، خب فعلا من یک نفر دارم، یکی رو که غیر فعال کردیم برای نفر دوم که تغییرات نشان داده میشه این گزینه هم فعال میشه، این گزینه هم فعال میشه و این گزینه هم فعال میشه. گزینه نکست و نکست به بین از این تغییراتی که شما دادیم یک به یک حرکت میکنه، پریویوز هم به یکی قبلی میاییم. به این ترتیب ما شما میتونیم یک یک تغییرات در که آمده پیدا کنیم و یا قبول یا رد کنیم. متوجه شدیم درست است؟ فعلا ما همی بس خود متوقف میکنیم، باز بعدا این قسمت کامپیر و پروتکت و اینا رو کار میکنیم.